درود بر شما دوستانی که تو زمینه تعمیرات آمپلیفایر فعالیت میکنن، چه آمپلیفایر خودرو چه آمپلیفایر خانگی. مشکلی که این دستگاه ها دارن اینه که دستگاه به حالت پروتکت میره، یا تو آمپلیفایرهای خانگی ما صدا نداریم. مشکل از کجاست؟ یه سری کارهای اولیه رو باید رو آمپلیفایرها انجام داد. شاید شما برای اولین باره که دارید این ویدیوها رو میبینید. یک توضیح مختصر بدم. ولتاژ از این بخش وارد میشه. دو تا فیوز در اینجا هست. فیوزهای رنگ زرد 20 آمپرن. وارد این ترانس میشه. اینا خازن‌های اولیه. در اینجا باید یک سلف باشه برای نویز که اصلا وجود نداره. مربوط به کیفیت این دستگاه است. یک دیود ریورز اینجاست برای اتصال معکوس. اینا ماسفتن. این آی سی سویچینگه. ولتاژ 12 ولت خودرو میره بالا، 20 ولت، 25 ولت، 30 ولت وارد این دیودها میشه، یک سو میشه و در این خازن ها ذخیره میشه به صورت ولتاژ مثبت و منفی که بهش میگیم ولتاژ دوبل. پایه منفی این خازن ها به عنوان زمین ثانویه هست، توی نقشه ها به صورت GND با حرف A نشون داده میشه. این بخشی که در اینجا قرار گرفته همون بخش قدرت است. اینا ترانزیستور قدرتن و اینا بخش درایور. حالا این بخشی که در اینجا هست، در اینجا ورودی صدا هست، RC. اینا خازن های کوپلاژن 4 تا برای هر باند. اینا IC های تقویت کنندن، بخش فیلتر گذاری که شما میتونید به کمک این ولوم ها و این کلید ها فیلتر ها رو تغییر بدید. خروجی این بخش وارد درایور ها میشه. حالا مشکل اصلی چیه؟ مشکل اینه که ما در خروجی ها ولتاژ داریم، ولی اول ببینیم کدوم یکی از این خروجی ها به این درایور ها متصله. مولتی‌متر رو تست بوق هست. به صدای مولتی‌متر توجه بفرمایید. 4 تا پین در اینجا هست. دوتای وسطی منفی هم. این دوتای وسطی هم منفی هم. هر 4 تا این پین ها به منفی این خازن وصلن. بس اگه من منفی اینجا رو بگیرم پای وسط. بس هیچ فرقی نداره. شما کدومی که از این پایه ها رو استفاده کنید. پایه های کناری مربوط به خروجی درایور ها هستن. بس من اینجا رو میگیرم با امیتر. بس این بخش مربوط به اینه. حالا این یکی. حالا بیم این ور. حالا این یکی. اگر ما در خروجی ولتاژ داشته باشیم، ولتاژ DC، یعنی بیس این ترانزیستور ها ولتاژ گرفته. حالا میخوام دستگاه رو روشن کنم و اینا عملا ببینیم که چرا ولتاژ بیس این بخش میره بالا. میخوام کاری کنم که این دستگاه ولتاژ بیسش بالا بره و ایراد رو بهتون نشون بدم. ولتاژ مثبت رو وصل میکنم به پین ورودی. ولتاژ منفی یه پین در این وسط هست، به عنوان ریموت هستش، یعنی باید ریموت رو به ولتاژ مثبت وصل کنید. در اینجا هست. من با گیری سوسماری این کار انجام میدم. من باید تغذیه روشن میکنم. در اینجا LED روشن شد. 11.8 رو منبع تغذیه هست و حدود 500 میلی آمپر یا نیم آمپر داره جریان میکشه که درسته. حالا یکی از این پایه های وسط رو به کمک گیره سوسماری میخوام به منفی مولتی‌متر وصل کنم. مولتی‌متر در حالت DC. پس گیره سوسماری به منفی. حالا پایه های دو طرف رو ولتاژ گیری میکنم. منفی 2 ولت. 8 دهم که باید اینا زیر 0.5 ولت باشن. این درسته. یعنی خروجی این کانال درسته و ولتاژ پایه بیس هم درسته. منفی 2 ولت. حالا ولتاژ پایه بیس.
این کانالی بود که درست بود. منفی 2 ولت. بس این بش خرابه. منفی 1 ولت. بس این کانال هم خرابه. منفی 1.8. این کانال هم خرابه. بس تنها کانالی که سالمه اینه. حالا مشکل کجاست؟ این شماتیک ها به صورت رایگان زیر دوره قرار دارن. شما میتونید داخل سایت تشریف ببرید زیر دوره نوشته دانلود شماتیک. بس میتونید اینا رو دانلود کنید. ما وقتی روی بیس ترانزیستورهای قدرت ولتاژ داریم، مشکل از دوتا ترانزیستور. ترانزیستورها سالمن، یعنی به کمک مولتی متر وقتی تست کنید هیچ مشکلی نیست. دچار نشتی شدن. اینا ترانزیستور قدرت. ما دو تا مقاومت 47 اوم روی درایورها داریم. یکی در اینجا قرار گرفته. یکی در اینجا. دو تا ترانزیستور در اینجاست. بیس این ترانزیستورها از این مسیر به کمک یک مقاومت 1 کیلو به ولتاژ متصل. حالا تو این مدار 38 ولت مثبت. در اینجا 38 ولت منفیه. همین مسیر مقاومت 1 کیلو اومده خورده به بیس این ترانزیستور. سه تا خازن عدسی هم می‌بینید. یکی اینجا رو بیس این ترانزیستور، یکی اینجا رو بیس این ترانزیستور، یکی هم در اینجا. این ترانزیستور تنظیم ولتاژ بیس رو به عهده داره. وقتی این دوتا ترانزیستور دچار نشتی بشن، این ترانزیستور هم دچار آسیب میشه. حالا میخوایم عملا اینو ببینیم. این بخش سالمه. منفی 2.42. حالا به کمک گیره سوسماری این پراب رو اینجا متصل میکنم. خب مولتی متر رو میذارم اینجا. این دوتا ترانزیستور همون ترانزیستور های تأمین جریان هستن. مقاومت های 47 اوم در اینجا. این همون سه تا خازن عدسی که این دوتا مقدار خیلی کمی دارن، پیکو فارات هستن و رو بیس این دوتا ترانزیستور هم. من الان میخوام به کمک هیتر این دوتا ترانزیستور رو گرم کنم. شما نتیجه رو مولتیمت میبینید، یعنی ولتاژ خروجی تغییر میکنه. این دوتا ولتاژ بیس رو به عهده دارن. تا ولتاژ بیس درست نباشه آمپلیفایر شما در حالت پروتکت قرار میگیره. الان این دوتا رو گرم میکنم. به مولتیمتر توجه بفرمایید. منفی 2.38. چهار ولت. منفی 8 ولت. حالا این ترانزیستور. الان شد 6 ولت، 7 ولت مثبت، 8 ولت. پس از ولتاژ منفی رفت رو ولتاژ مثبت. حالا دوباره این ترانزیستور. الان منفی 5 ولت. الان این ولتاژی که مشاهده میکنه تو بخش خروجی هست. ولتاژ تو بخش خروجی، میخوام با این مولتی‌متر ولتاژ بیس رو بگیرم. دقت بفرمایید. همین ولتاژ رو اینجا هم داریم. حالا این یکی درایور. حدودا 1 ولت این درایور منفی 3 ولت این مولتی متر که بیس رو داره نشون میده. حالا این یکی پس اگر بخش درایور شما دچار آسیب شده باشه یا ترانزیستورها دچار نشتی باشن،
شما در خروجی ولتاژ دارید. این ولتاژ سبب پروتکت آمپلیفایر میشه. شما باید این ترانزیستورها رو کامل تعویض کنید. ترانزیستورهای بخش تفاضلی، ترانزیستورهای جریان، این دوتا ترانزیستور دارلینگتونن با این دوتا. پس صرفاً تعویض این دوتا ترانزیستور مشکل رو موقتاً حل میکنه. دوباره ایراد برمیگرده. پس ترانزیستورهای بخش درایور کلاً باید تعویض بشن. ترانزیستورهای قدرت رو هم از لحاظ HFE بررسی کنید. ولتاژ تغذیه رو قطع کنم. قطعات به کار رفته تو این نوع از آمپلیفایرها چندان خوب نیست، ولی نظم خوبی داره، چیدمان خوبی داره. اگر شما صدای خشخش اضافه توی خروجی دارید، یعنی چیزی به RC یا ورودی متصل نیست، شما باید این 4 تا خازن کوپلاژ رو تغییر بدید. من ویدیوهای زیادی در رابطه با آمپلیفایر گذاشتم. در فهرست پخش آمپلیفایر شما میتونید این ویدیوها رو پیدا کنید. اگرم دوره رو از قبل تهیه کردید، بعد از اینکه چندین آمپلیفایر رو تعمیر کردید، دوباره برگردید دوره رو نگاه کنید. مطالب تازه‌ای میشنوید که تو بار اول بهش دقت نکرده بودید. تعمیر این دستگاه به هیچ عنوان سخت نیست، فقط زمان بر هست. چون باید قطعات رو جدا کنید و دوباره جایگزین کنید. یکی از کارهایی که حتما باید انجام بدید، لحیم‌کاری دوباره زیر این دوتا مقاومت. این دوتا مقاومت کاهش جریانن، به کمک این دوتا زینر ولتاژ این بخش رو تامین میکنن. حتما زیر اینا رو دوباره لحیم کنید. زیر خازن‌های تغذیه را هم دوباره لحیم کنید. و نکته آخر، ترانزیستور نو تهیه کردید، میخواید جایگذاری کنید، اول تست کنید. به حساب اینکه ترانزیستور نو هست، مستقیما جایگذاری نکنید، چون کار دوباره‌ای براتون ایجاد میکنه. میتونید به کمک تستر تست کنید که روش درستی نیست، و هم میتونید به کمک بردبورد یک مدار ببندید و به کمک مدار تک تک ترانزیستورها رو قبل از جایگذاری تست کنید. امیدوارم این ویدیو هم براتون مفید بوده باشه. ممنونم که این ویدیو رو نگاه کردید.